همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه من هست. همزمان آقای کرتپور هم همراه من هستند از سنندج، مسعود کرتپور روزنامه‌نگار، که در رابطه با این اعتراضات گفتگویی داشته باشیم. علی حسین، اول از خواسته های معلمان شروع بکنیم. چی هست این خواسته ها و اصلا این خواسته هایی که دارن برای مسئولین و مقامات وزارت آموزش و پرورش اهمیتی داره؟ ببینید، وقتی که مسئله امنیتی میشه، بزرگ میشه، اهمیت پیدا میکنه، ولی موضوع اینه که وقتی کشور زیر تحریم هست و یک سری مطالبات انباشته توی همسا مونده، الان امکان پاسخگویی برای حکومت وجود نداره. همسانسازی حقوق و بسیاری مطالباتی که همشون نیازمند تخصیص اعتبارات فراوان هست و در شرایط کنونی این پول وجود نداره. مجلس مصوبه کرده 25000 میلیارد، بیشتر نمیتونه به این تر اخص بده و این در شرایط کنونی یک معضل بزرگی درست کرده، به خاطر اینکه مطالباتی که مردم دارن بسیارشون به خاطر تورم ناشی از شرایط کنونی کشور بسیار بزرگتر هم شده، به طوری که از آستانه تحمل معلم‌ها فراتر رفته. خب بذار بریم به سنندج صحبت بکنیم با آقای کرتپور که در واقع از نزدیک شاهد اعتراضاتن. آقای کرتپور، شما به ما بگین امروز که خب این اعتراضات به صورت سراسری هم برگزار شد، در کل ایران ما دیدیم این اعتراضات رو، چه خواسته‌هایی مطرح کردن و چه واکنش‌هایی دیدن؟ آیا مسئولان واکنشی داشتن؟ آیا برخوردهای امنیتی نیروی نظامی و انتظامی های در صحنه حضور داشتن؟ بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده و به دست ما رسیده، حدود 25 استان و 50 شهرستان تجمعات برگزار شده و فرنگیان به صورت گسترده و با تعداد هرچه بیشتر از تجمعات قبل در این تجمعات امروز شرکت داشتند و مطالباتشون رو در سخنرانی ها، در بیانیه ها و پلاکارد هایی که دستشون بوده بیان کردند و خواسته هاشون البته بیشتر بحث معیشت هستش که هر روز وضعیت گرانی بیشتر میشه، تورم بالاتر میره و تعداد بیشتری از شهروندان و به ویژه کارمندان دولت و معلمین به زیر خط فقر سقوط میکنند و این شرایط رو برای زندگی عادی و زندگی انسانی سخت تر کرده و این باعث میشه که تعداد بیشتری از معلمان به زیر خط فقر سقوط کنند و شرایط زندگی سخت تر بشه و با توجه به اینکه بار تکفل هم بسیار زیاد هست و الان بیکاری بیداد میکنه، تعداد زیادی از جوانان در خانواده ها بیکار هستند و امکان اشتغال وجود نداره، خب فشار بیشتری بر به سرپرست خانواده میاد. از برخورد که شما صحبت کردید، خوشبختانه برخورد آنچنانی صورت نگرفته، در هیچ گزارشی به دست ما نرسیده از اینکه برخوردی صورت گرفته باشه، چون فرهنگیان بر اساس قانون دارن عمل میکنن، مر قانون که مسئولین نظام هم برش تاکید دارن. به هر حال اصل 27 قانون اساسی هستش که بر تجمعات مسالمت آمیز و قانونی تاکید داره و بر همین اساس فرهنگیان هم که پیشرو جامعه هستند و با تجمعات خودشون درس مدنیت و اخلاق و به هر حال رفتار مسالمت آمیز رو به تمام اقشار جامعه و دانش آموزان میدن، در این تجمعات دارن شرکت میکنن. آقای کرتپور، اجازه بدید من برگردم به شما، اجازه بدید که یک سوال از همکارم داشته باشم اینجا در استودیو. علی حسین، توضیحاتی که شما دادی خب به همین شکل هم با جزئیات بیشترش رو آقای کرتپور به ما گفتن. به هر حال همونطوری که داری میگی این مسئله هست، یعنی جمهوری اسلامی واقف هستش که این مسئله تورم وجود داره، این مسئله داره فشار میاره بر اقشار مختلف، جدایی از مسئله تبعیض‌هایی که معلم‌ها بهش اعتراض دارن. خواسته‌ها چیز جدیدی نیست. وزیر آموزش پرورش اومده و رفته و اما همین خواسته‌ها سر جاشه. بالاخره چی؟ ببینید، جمهوری اسلامی به طور تاریخی هر گونه اعتراض نهادمندی رو امنیتی جلوه میکنه، باش برخورد میکنه، این چیز جدیدی هم نیست. منتها در شرایط کنونی ادامه این اعتراضات ادعاهای رسمی حکومت زیر سوال میبره. حکومت مدعیه که مردم تحمل میکنن شرایط رو، مدعیه که فشارهای خارجی کوچکتر از آنی هست که تبلیغات میشه. این ادعاها وقتی که با زندگی عادی مردم میاد رو صحنه و دیده میشه که چه فشاری رو مردم داره تحمل میکنن، اون وقت ادعاها زیر سوال میره. از طرف دیگه حکومت امکان پاسخگویی هم نداره. اگر بخواد بودجه بیشتری خصوص بده، کسری بودجه بیشتری میاره و ظرفیت مالی پاسخگویی مطالبات هم نداره. این در واقع اعتراضات این شکلی هر چقدر گسترده تر بشه، در واقع هم ادعای حکومت زیر سوال میبره، هم تاب‌آوری حکومت رو در مقابل بسیاری از این اتفاقات در واقع کاهش خواهد داد.
خب آقای کرپور اشاره کرده به خواسته ها و مطالبات و حضور در واقع معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور امروز، اما آیا این صدا شنیده میشه از طرف مسئولان؟ نظر شما هم میخوام بدونم که با توجه به اینکه همکارم معتقد هستن که با توجه به شرایطی که وجود داره کاری از دست حکومت ساخته نیست. چون حاکمیت به صورت امنیتی با دید امنیتی به هر گونه اعتراض و انتقادی مینگره، به هر حال این تجمعات به نظر من باید بیشتر بشه تا توازن قوا به نفع فرهنگیان و به نفع مردم و مطالباتشون تغییر کنه و حاکمیت مجبور باشه گوش کنه به مطالبات مردم و مطالبات فرهنگیان. البته اینکه میگن بودجه نیستش برای این کارها، بودجه بسیار زیاد هستش، چون به هر حال سیاستای که در سطح بین المللی در سوریه و لبنان و این مسائل که بودجه اختصاص پیدا میکنه، حتی برای ازدواج جوانان لبنانی، خب این بودجه ها میتونه اختصاص پیدا کنه به فرهنگیان، معلمین و اقشاری که برها زیر خط فقر زندگی میکنن و وضعیت اینها بهتر بشه. از این لحاظ میتونن تجدید نظر کنن در سیاست هاشون و اگه تجدید نظر اساسی صورت بگیره میشه مشکلات رو حل کرد، چون باعث و بانی اصلی وضعیت اقتصادی کشور سیاست‌های داخلی و بین المللی حاکمیت هستش و اگه تجدید نظر صورت نگیره در این رابطه، خب این فشارها رو مردم باید تحمل کنن و کل فشاری که از این تحریم‌ها بر کشور آورده بر دوش مردم هستش و به ویژه اقشاری که درآمد ماهیانه دارن مثل معلمین و کارمندان و کارگرانی که زیر خط فقر زندگی میکنن و درسته دارن تحمل میکنن، ولی اعتراضات هم بیشتر میشه و هر روز بیشتر میشه و با توجه به که بسیار مدنی دارن اعتراضات رو پیش میبرن، این فکر میکنم هر زمان میگذره این اعتراضات گسترده تر میشه در شهرهای مختلف و اقشار بیشتری از مردم به این اعتراضات خواهند پیوست. بله. علی حسین، دو تا نکته تو صحبت‌های آقای کرپور بود می‌خوام نظرت رو بپرسم. یکی بحث اینکه پیش‌بینی می‌کنن اعتراضات گسترده‌تر بشه با توجه به شرایطی که داریم، و دومی که یک به نوعی حالا راهکار که خب جمهوری اسلامی یه جای دیگه پول خرج نکنه و اون هزینه‌های غیر ضروری رو برای فرهنگیان، چقدر فکر می‌کنین خیلی کوتاه زمان کوتاه؟ ببینید قطعاً گسترده‌تر میشه، چون فشار تورم هر روز داره بیشتر میشه، از آستانه تحمل مردم رد شده، اقشار دیگه هم درگیر این قصه دیازوت خواهند شد. در مورد تقسیم درست می‌فرمایید، این هست، ولی به حدی فشار الان زیاده که نیازهای درونی رو حتی اون درآمدها اون پول هم کفاف نخواهد داد و جمهوری اسلامی اگر تغییر راهبردی در اساسهای پرهزینه خودش نده، به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای گسترده‌ای که در لایه‌های مختلف جامعه هست نخواهد. این اعتراض ها فقط هم در قشر فرهنگیان نیست، دیدیم که در واقع روزهای اخیر و ماهای اخیر در اقشار مختلف در هم خواهد شد. بله، به همین شکل. بسیار ممنونم از توضیحات شما. همکارم علی حسین غازی‌زاده اینجا در استودیو همراه من بود و آقای مسعود کرپور روزنامه‌نگار از سندج با من همراه بودن در این بخش.